با سلام و پوزش از تأخیر 11 دقیقه ما برای شروع آخرین روز کنفرانس موسیقی ایران گذشته حال آینده به شما خیر مقدم میگم. به احترام شما که اینجا هستین ما برنامه‌مون رو با اینکه با تأخیر داریم شروع می‌کنیم. برنامه امروز صبح با سخنرانی آقای سیروس ملکوتی، خانم گیتی خسروی که دیشب صدای زیباشون رو شنیدیم و نوازندگی زیبای آقای ملکوتی رو هم دیشب نیمه شنیدیم و آقای دکتر خوشنام. ریاست جلسه امروز صبح هم به عهده آقای دکتر لاجوردی هستن که رئیس انجمن پژوهشگرانن و ما امشب بزرگداشتی رو داریم برای ایرج جنتی عشایی که داریوش و ابی هم به عنوان تشکر از ترانه هایی که ایرج براشون سروده اینجا خواهند بود. برنامه امشب از ساعت 7:30 هستش. به من تذکر داده شده که برای بزرگداشت بلیط های سوایی هستش که دوستان ما که امروز در سالن حضور دارند چون یک دفعه ورودیه 5 مارکی رو پرداختند برای امشب یک مقداری ارزون تر اون بلیط ها رو به 15 مارک که برای بقیه 20 مارک هستش تهیه میتونن بکنن اگر علاقمند هستن که در امشب هم با هم باشیم. از آقای دکتر لاجوردی خواهش میکنم که تشریف بیارن و برنامه رو شروع کنن. خیلی ممنون. I'll just say a few words in English. With our greatest apologies to our non-Farsi speakers, most of the day today, the speeches will be in Farsi. If anyone's interested in what is being said, I'll be more than happy to translate or interpret at any given moment. Apologies again, most of our speakers have preferred to speak Farsi in the morning. Thank you. Bye-bye. من هم با سلام و سپاسگزاری و آرزوی این که آخرین روز کنفرانس ما مثل 2 روز قبل پربار باشه و ما نتیجه خوبی رو از این 3 روز کنفرانس در آینده بسیار بسیار نزدیکی در کتاب مخصوص به خودش تحت عنوان موسیقی ایران در آستانه سال 2000 و در مجموعه فیلم هایی که تهیه شده در کاست های مختلف یا به صورت کلی یا به صورت کاست های مجزا در اختیار کسانی که علاقمند هستند قرار بدیم. همونطوری که گفته شد 3 سخنران امروز در پنل اول شرکت خواهند داشت. اولین سخنران آقای سیروس ملکوتی است، چهره شناخته شده. اینجا نوشتن که من سال تولدشون رو هم بگم، نمیدونم که بگم یا نه. به هر حال ایشون متولد 1335 هستند. از 12 سالگی شروع به نوازندگی گیتار کردند. از 16 سالگی به اجرای کنسرت ها و متعاقب اون به تدریس در نهادهایی چون وزارت فرهنگ و هنر، مدرسه عالی ساختمان، کاخ مرکزی جوانان و دیگر نهادهایی که من هم با وجود سن کمترم یادم هست. از سال 79 مثل خیلی های دیگه خودشون رو در جامعه تبعیدیان باز پیدا کردند. به تحصیل گیتار در رشته تکنوازی در دانشگاه برلین پرداختند. در ادامه تحصیل خود نزد پروفسور هینو خود را در رشته تفسیر تاریخی موسیقی و به تعلیم بازک پرداختند. من اجازه میخوام که چون یک مقداری مسئله فنی‌تره و از عهده من ساخته نیست، از خود سیروس خواهش بکنم که بقیهش رو خودش ادامه بده، ولی خواهش میکنم که تواضعش رو در معرفی خودش به خرج نده و این رو برای اطلاع ما که در فیلم هامون میاد عنوان بکنه. ممنون هستم. آقای ملکوتی بفرمایید. آقای دکتر خوشنام، آقای دکتر خوشنام هم جناب علی هم بفرمایید که تا خانم ملک خسروی هم تشریف بیارن. آقای ملکوتی خواهش میکنم. با سلام خدمت شما، اجازه بدین من آقای شوماخر اینجا نیستن،
پس احتیاج نیست که من سلامی هم به آلمانی بکنم. هیچ مشکل تر از این نیست که کسی بخواد خودش معرفی بکنه. به هر حال فکر کنم معرفی تموم شد. من عضو کوچکی از خانواده موسیقیدانان ایرانی هستم و این کوچکی نه فقط به خاطر کمی سن منه، بلکه به خاطر دانش من در برابر دانش بزرگان موسیقی معاصر کشورم است. تحصیل موسیقی کردم در دانشگاه برلین و سپس نزد پروفسور هینو خوزا به تفسیر تاریخی موسیقی باروک و رنسانس پرداختم. نزد دوست عزیزم پروفسور دکتر هارتموت فلاد مدتی نیز تحصیل آهنگسازی کردم و ادامه‌ش رو نزد دیگر دوستان و اساتید ایشون صلاح ندانستن، به دلیل اینکه من به هر حال نگرش شرقی من در موسیقی قوی بود و ایشون فکر میکردن که این نگرش از من زدوده میشه در مکتب‌های مدرن آهنگسازی معاصر. با این حال خودم رو به عنوان آهنگساز هنوز شناسایی نمی کنم. آهنگسازی رو فکر می کنم از طریق نوازندگی به دست آوردم، تجربی. سالها تدریس کردم در آلمان، در ایران و همچنین کنسرت های زیادی دارم در مجامع بین المللی مثل فستیوال گیتار یاماشیتا شرکت کردم و همیشه افتخار میکردم که به عنوان یک ایرانی شرکت میکنم. اینم لازم به گفتن هست، شما اکثرا میدونین که به عنوان یک ایرانی در صحنه بین المللی طی این سالها شرکت کردن کاریست بسیار سخت. مدیر برنامه من چندین بار سفارش و پیشنهاد به من کرده بود که هم اسمم رو عوض بکنم هم عنوان ملیتم رو، چرا چون با دشواری های زیادی روبرو بود و من در هر دو مورد صلاح ندونستم که این کار رو بکنم. امروز من هستم خودم بدون مدیر برنامه‌ام و خیلی هم خرسندم از وضعیت خودم. در صحبتی که امروز برای شما خواهم داشت لازم میدونم که توضیح مختصری قبل از اینکه شروع بکنم به بحثم داده باشم، برای اینکه شاید پیش‌داوری های موجود که غیر ممکنه وجود نداشته باشه در مورد صحبت های من، سالها اونهایی که با مقالات من آشنا هستن موضع های خودشون رو در مقابل بحث من از قبل گرفتن، این تو فرهنگ ماست، توضیح داده باشم. من بحثم رو متمرکز کردم روی 20 سال فعالیت موسیقی دو دهه گذشته در ایران و سیاست هایی که بر این موسیقی حاکم بود. تمام نوشته های منم طی این سال ها در همین رابطه است. من وقتی صحبت از گروهی از موسیقیدانان ایران می کنم با دیدگاه انتقادی، وقتی نوعی از دشمنی یا ستیز را در دیالوگ، در بحث مطرح می کنم به معنی حذف فیزیکی این هنرمندان یا کارگزاران امور هنری نیست. من معتقدم که در دیالوگ هایمون ما به هیچ وجه اون اصل تعارفی رو که در فرهنگ ما مرسومه نمیبایست رعایت میکنیم و میبایست کاملا مشخص و کانکریت حرفمون رو زده باشیم. اما این به اون معنی نخواهد بود که انسان یا گروهی از هنرمندانی که من به اونها انتقاد میکنم اونها رو نقد و نفی وجودی میکنم. اینا همکاران من در آینده خواهند بود، در کنار اونها خواهم نشست، در کنار اونها ساز خواهم زد و امیدواریم که
در آینده ایران با همین هنرمندانی که برشون انتقاد دارم با همدیگه فردا ایران رو بسازیم. پس از روی کار آمدن دولت جدید و مشکلاتی که بر سر خانواده موسیقی در ایران ایجاد شد و نفع موسیقی، مباحثی تئوریک در حاشیه مسائل میان هنرمندان در گرفت. من معتقدم که این مباحث تئوریک بخشش از ملزومات تاریخی به همراه بود، بخش دیگرش برای سرپوش گذاشتن بر سر مسائل جاری بود، از جمله عنوان کردن بحثی تحت عنوان هویت، بحث دیگه میراث فرهنگی. ما طی اون سالها مباحثی رو در این حوزه میراث و هویت دامن زدیم با برخی از دست‌اندرکاران موسیقی. آقای اوگر باید یادشون باشه در یکی از همین جلسات تشریف داشتن، آقای حسین علیزاده بودن، آقای فرهاد عباسیان یکی دیگه از موزیکولوگ‌های ایرانی که نمونه از مباحث آن زمان ما بود. در جستجوی در زمین هم گفته باشم من بحث کمی جامع‌تری رو تهیه و تدوین کرده بودم و متوجه شدم که امکان پذیر نیست این بحث رو به این شکل مطرح بکنم و سریع در طی همین چند روزه ساعت‌هایی که وقت داشتم چک نویسی تهیه کردم که بتونم در این فرصت و در این شرایطی که در اینجا باش مواجه شدم بتونم بحث بکنم. خیلی مایل بودم که چند تا تز مطرح بکنم، از جمله بخش اول بحثم رو روی مباحث تئوریک میان سنتگرایان و نوگرایان متمرکز بکنم، بخش دوم موسیقی و ایدئولوژی، بخش سوم دولت جدید و نگرش موسیقی و همچنین پیش برم. متاسفانه باید گونه دیگه این بحث رو امروز براتون ادا بکنم. در جستجوی هویت فرهنگ موسیقیایی، بازگشت به اسطوره‌ها و پیشینه‌های آشنا تمایل جاودانی بشری در طول حیات تاریخ اجتماعیش بوده است. این تمایل آنگاه حضور و جلوه‌ای فعال می‌یابد که انسان با تغییرات اجتماع پیرامونی خود عدم تجانس را در عادات، آداب تجربه می‌کند و خود را بیگانه نسبت به پدیده‌های نوظهور می‌یابد. ویژگی از خود بیگانگی اجتماعی و تمایلات متضاد فراشد درونی آن که در دوره‌های انتقالی قدرت چشمگیرتر می‌شوند، می‌تواند وسیله‌ای در دست سیاست و تدابیر ویژه سیاسیون که یا بر قدرت تکیه می‌زنند و یا بدان سوی می‌خزند مورد بهره برداری قرار گیرد. اندیشه‌های پاپولیستی از آشکار و نمودن هرچی بیشتر تضادهای اجتماعی نوید فردای بهتر زیستن را در بهشت نابوده گذشته وعده می‌دهند. عناصری از کلیت فرهنگ و تاریخ گذشته اخذ شده با بزرگ نمایی اغراق‌آمیز آن، همانا آن را کلیت فرهنگ پیشین می‌خوانند. فاشیسم هیتلری برای حل تضادهای اجتماعی به سود خود بر همین سیاق در منشور جمالشناسی خود در انتقاد بر وضع موجود، بر اسطوره‌ها و بخشی از پیشینی‌های هنوز ماندگار پناه می‌آورد. عدم انطباق اسطوره و یا باورهایی که بر گونه‌های متفاوت به لحاظ فراشد تاریخی مردود شناخته شده‌اند بر وضعیت و پدیده‌های بنیادین نوین تظاهرات چنگانه از خود بروز می‌دهند. چگونگی این تظاهرات اجتماعی منوط به دامنه و گستردگی آن نیروها در صحنه اجتماعی و چگونگی سهم آنان در قدرت دارد. مقصود از نیروهای هنری است.
در دورانی که از پشتیبانی و حمایت قدرت سیاسی حاکم برخوردار نباشند، انزوا طلبی، درونگرایی، تظلم طلبی، زیبایی نمایی و معصوم انگاری اندیشه و تولید هنری پیشین از نمونه‌های تظاهرات رفتاری آنان است. اما در صورت دارا بودن حمایت قدرت حاکم و یا سهیم بودن و مشارکت در قدرت، تظاهر متضادی از تمسخر تاریخی و دیکتاتوری را بیان می‌دارند. باورهای تظلم طلبانی پیشین به یک باره به مثابه ایدئولوژی حضور اجتماعی خود را می‌رسانند. از این دوره این احکام سیاسی هستند که جایگزین دیالوگ در حوزه جمال شناسی می‌شوند. به طور مثال هنگامی که ایدئولوژی سیاسی پس از قدرتگیری دولت جدید بر قلع و قمع هنر با تعبیر اسلامی خود می‌پردازد، نیروی همزاد او در صحنه اجتماع، نیروی هنری همزاد او در صحنه اجتماع با زبان جمال شناسانه خاص خود بر این حکم مشروعیت می‌بخشد. آنان به خاطر ماندگاریشان در حاشیه تاریخ پیشین که از ناتوانی در برابر فرهنگ نوین سرچشمه می‌گیرد، مدعی مالکیت تاریخ نیز می‌گردند و بر این باورند که تنها پاسداران میراث فرهنگی آن مرز و بوم هستند. ما در سال در یکی از همون جلساتی که صحبتش کردم در سال 83 بود یا 84 در برلین با گروهی از موزیکولوک های خارجی برگزار کردیم. من تنها عضو ایرانی اون گروه بودم و شخصیت های هنری چون اساتید دانشگاه موسیقی برلین در رشته موسیقی در اون جلسه شرکت داشتن، معروفترین یکی از معروفترین پروفسورهای امور تربیتی و جامعه شناختی آقای پروفسور هارتویک در اون جلسه بودن و همچنین نمایندگانی از انستیتو موسیقی تطبیقی به رهبری آقای دکتر حبیب حسن توما. در بحثی که ما بر سر هویت فرهنگی داشتیم، آنگاه که بر سنت‌ها و ارزش‌های سنتی و سیاستی که بر این سنت‌ها امروز حاکم هست نمودیم، آقای توما که چندی پیش فوت کردن زنده یاد، مطلبی رو با نهایت تأسف مطرح کردند که نوعی از تفکر رو در حوزه جمال شناسی نشان میده. چون مطرح کردند ارزش‌های سنتی در این جوامع میبایستی آنچنان حفظ بشه که هر گونه امتزاجی یا ورود و کالای فرهنگ غیر بر این جامعه ممنوع بشه. یعنی ایران، عربستان، کشورهای مختلف عربی که از فرهنگ مشخص موسیقیایی برخوردار هستند به روایت ایشون، هر گونه تماس با فرهنگ دیگر هنری معاصر صحنه بین‌المللی میبایستی جدا باشند و در ضمن اضافه کردند اگر لازم باشه میبایستی این را هم به نیروی اسلحه انجام داد. ببینید در بحث سنت اینجا هم انجام شد. آقای لاجوردی اگر ممکنه 15 دقیقه از پایان صحبت هم یا 10 دقیقه قبلش تذکر بدید. 15 دقیقه قبلش جدی میگیم؟ بحث میگذرم میرم سراغ دولت جدید با موسیقی و هنر چه کرد. رهبر بزرگ انقلاب اسلامی در سخنی گفت موسیقی فیون توده هاست. گیزگویان تفسیر فلسفی از این سخن هولناک پرداختند. نیروی انتظامی با حمله به نهادها و دفاتر هنری کشور حمله نمودند. تالار رودکی، دانشکده موسیقی، کنسرواتوار جهانی موسیقی،
آموزشگاه‌های عدیده موسیقی یکی پس از دیگری بسته شدند. هنرمندان به زندان و تبعید و خاموشی رهسپار شدند. زنان و هنرمند کشور با عنوان فاحشگان معرفی گردیدند. ارکستر سمفونی برای همیشه از هم پاشید. کلاس‌های باله برای همیشه از صحنه هنر ایران محو شدند. چند موسیقی نواز که اکثریت آرای آنان متکی بر هنر سنتی بودند، این تداویر حکومت را لبه گفتند و سرودهای گلفشان این جماعت نمودند. سرودهایی چون الله 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 لا اله الا الله، آواز محمد تنها نماینده موسیقی پاپ در ایران، آواز برادر جان برادر، آواز شهید، آواز مرگ، آواز ماموت، آواز فسیل، بدبختی، تاریک اندیشی، آوازهای مجاز زمان ما شدند. نتیجه این سالوسی این شد که بخشی از موسیقی و موسیقی دانان کارشان حلال و مباح شود، اما با شرایط و قیود خاص خود. گفتند حتی در حوزه موسیقی سنتی این دامنه حمله و سانسور حضور خودش داشت. گفتن فرم رنگ در موسیقی محصول طاغوت است. گفتن باشد و رنگ موسیقی سنتی عرض کردید. گفتن هنر باید اسلامی باشد. گفتن ما را باوری جز نوه و روزه نیست. گفتن پس اجازه بده هنرمندی آنها را به تعبیر هنری خود اجرا کنیم. و برای توجیه نوحی خواهی خود تاریخ را گواه آوردن که اگر فرم نوحی و روزه در موسیقی ایرانی نبود، دستگاه های ایرانی قابل شناسایی نمی بودند. هرانچه خواندن همان بود که این ملایی ها در نوحی ها و تزیه ها بودند. با این تفاوت که ملا علی ها را از برنامه بود کاری هنری بود. ترمینولوژی جدید طاغوت و هنر مکمل وسیله مرگ‌آفرینی شدند بر تمامی آنچه را که دهه‌های بسیاری با کوشش و مجاهدت صدها هنرمند ایران برپا شده بود. در تاریخ موسیقی و تاریخ هنر ایران با ترمینولوژی ابتذال طاغوت بسته شد. موسیقی هنر اسلامی با هنرمندان منتقدان تاریخ نگاران و مهمتر کارگزاران گشوده شد. ساعت صفر در موسیقی و دیگر هنرها آغاز به حرکت نمود. ساعت صفر عقربش را اما به پس می‌راند. جنگ ایران و عراق جانی در موسیقی و فعالیت موسیقیدانان در آغاز چند سرود هدیه راه جانبازان بودند. تأثیر اجتماعی را سیاستمداران مفید یافتند. ماشین جنگی دولت وسیله ارزشمندی را کشف بود. موسیقی بود با سرودهایشان انهدام پیکر خواهی جوان را در فتح کربلا بدرقه نماید. موسیقیدانان اعم از سنتی و یاغبه هدایای هنری خود را پیشکش فرهنگ جنگ تربانه. جنگ ضرورت ارکستر و احیای ارکستر را فراهم آورد. حتی زنان خواننده در گروه شرکت نمودند. موسیقی اروپا اجازه پخش رادیو و تلویزیون یافت. موسیقی و هارمونی غربی به یک بار حلال شدند. اما مشروط موسیقی آژیتاتور، موسیقی تبلیغ جنگی به دو گروه تقسیم یافت. یکی با مارش های نظامی و رزمی و دیگری خانی و شهید پروری. آثار برادران خانم که در تایید جنگ و تبلیغ جنگ ساخته شد و نمونه دیگرش آوازه های آقای آقایان که به جنگ و مناطق جنگی ارسال شد و برای جوانان کمسن جوانان آواز میخوند. متعلق آواز ایشون که در پشت چپه انجام میشوند. این جوانان تحت تأثیر این آواز بر روی مینها جنگشون رو متلاشی میکردن. جنگ
پایان یافت. جنگی که از آن مردمان نبود، اما ویرانیش، آوارگیش و مرگ از آن آن بود. وزارت از مشارکت هنر و موسیقی در تشویق و تحمیق مردم تجربه های بسیار آمده بود. اکنون دولت جدید نگاهش را بر بیرون مرزها دوخته بود. تمامی کسانی که در سرودهای جنگی همکاری داشتند مجاز بودند اجرای کنسرت به خارج از کشور بیایند. دلیل جمهوری اسلامی از دخالت هنری در میان تبعیدیان چه بود؟ در موسیقیدانان و غریدان این سبب چه میخواستند؟ اتنامه فرهنگی دولت ها که ملزوم روابط دیپلماتیک و گسترده کشورهاست، با تمام کوشش های دولت های اروپایی برای برقراری آن نمودند، با شکست مواجه شد. علت در دو مفهوم آشتی به بحث حقوق بشر در ایران و در نتیجه فعالیت های تبعیدیان که در نتیجه فعالیت تبعیدیان امکان پذیر بود و دیگری فرمان قتل سلمان رشدی. روابط فرهنگی جویای راه و آلترناتیو جدیدی بود. های فرهنگی هنری می توانستند این خلل تا حدودی رفع نمایند. در ابتدای هم جمهوری اسلامی یاران چندانی در جغرافیای تبعید نداشت. حاضر بود پرداخت ها و پرداخت پول های انگفت ماشین آجتاسیون هنری خود را از برون مرز در برون مرز بزد. نمونه ها و اسنادی هست که جمهوری اسلامی با پرداخت گفت به بحر کانون ها برنامه های هنری کشور می خواست ارسال کنه. تمامی کنسرت ها از طریق انجمن هنری و فرهنگی امکان اجرا یافتند. جالب در این بود که یکی از این کانون ها تمامی به خیلی عظیم هنرمندان تبعیدی نشان نمیدادند. تمایل رژیم چه بود؟ رژیم جمهوری اسلامی یک برای ساختن حیثیت دست خود احتیاج به نمایشی از نمایش فرهنگی در خارج کشور داشت و زندگی تبعیدیان در جغرافی های تبعید. بسیاری موسیقیدانان که به خارج کشور می اومدن در مسابقه هاشون که خبرنگارانی که در اینجا هستن میتونن حتما شاهد بر این ادعا باشن، عنوان نمودن علت وجودی ما در میان شما تبعیدیان این خاطر است که شما تبعیدیان چون در کشورهای غربی و اروپایی زندگی میکنید از باورها و فرهنگ‌ها عمومی خود جدا شد. این وظیفه ما این هست که این رسالت رو داریم که بیاییم شما را آموزش فرهنگی بدیم. واقعیت هم چیز دیگه یک همون که در حسیت سازی آن رژیم نکته بعدی در حسیش بود که سال فکر کنم 91 در یکی از صحبت هام کردم که در نشریه پویشگرانی چاپ پرسیدم که اگر شما رو این همه علاقه به تبعیدیان هست و اونجا که وزارت شان اینقدر علاقه داره به ما تبعیدیان، چرا شما و هنرتون و سازهاتون در میان خیلی عظیم تبعیدیان پاکستانی، ایرانی در پاکستان یا در ترکیه حضور هم برسونید؟ بیش از هر چیز نیاز به حمایت دارم. آیا جز این هست که روابط فرهنگی میان دولت ایران و دولت‌های اروپا و آمریکایی یک مورد نظر، دوم گیرایی دلار و مارک و فرانک؟ بنابراین وعده آوردن فرهنگ وعده دروغی بود که هنرمندان مطرح می‌کردند. ببینید در پس از پایان جنگ جمهوری اسلامی فعالیت‌های هنری خودش در ایران آغاز کرد. جشنواره‌های برگزار در یکی از این جشنواره‌ها آقای جمشید میرطاوسی در جشن چیز جشنواره سرود در اختتامیه‌اش آقای جمشید میرطاوسی نماینده وزارت ارشاد در طی سخنرانی خودشون فرمودند تحول در موسیقی با آغاز پیروزی انقلاب و حتی میتوان گفت پیش از آن آغاز شد. آن زمان که سیل مردم مسلمان ایران خوابگاه طاغوتیان را در هم کوبید، موسیقی ایران شکل گرفت. قبل از آن موسیقی ایران وجود نداشت. فریادهای موضوع مرگ بر شهیدان زنده اند و ده ها و بلکه صدها سرود شعار و کلام آهنگین چارچوب اصل موسیقی انقلاب را پایه گذاشت. موقعیت ما در شرایط سخت و با ایثار هنرمندان زحمتکش کشورمان در طول 10 سال به دست آمده.
همگان را در سراسر یکی به حیرت واداشته است و در این میان دشمنان اسلام که در طول دوران انقلاب به دلیل هجوم چه در جبهه‌های جنگ و چه در بنگاه‌های سخن پراکنی قصد داشتند به فرهنگ و هنر کشور را بوارد کنند و با تولید متزل قصد حرف کردن اذهان جوان کرده بودند و حضور موفقیت آمیز گروه های موسیقی سنتی ایران در کشورهای مختلف به خصوص در یک سال اخیر چنان موفق بوده است که دشمنان را نیز به تحسین واداشته است و من با سربلندی مژده می دهم که دیگر ما هستیم که زمین تامین نیازهای داخلی به موسیقی در حد نسبتاً مطلوب به صدور هنر برای خارج کشور به خصوص برای ایرانیان خارج مبادرت کردیم و بر اساس آمار به دست آمده درصد فروش نوارهای ایرانی در خارج کشور بسیار بالاست. اول موسیقی رو از بین میبرن، نهادهای موسیقی رو از بین میبرن، موسیقی دانان و کارگزاران بزرگ موسیقی کشور رو مجبور به تبعید و خاموش میکنن، مردمان رو به هم تبدیل در نیروهای متفاوت اجتماعی رو و برای ما در سبدهای پر از میوه موسیقی به هدیه بدونی. و مشکل اینه که نگاه های انتقادی ما در این سو حضور نداره. در بررسی موسیقی پیش از انقلاب آقای جمشیدی میتاوسی میفرمایند موسیقی دیگری که در گذشته به خاطر سردرگمی و بی‌هدفی و دوری از مردم بود علمی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی آهنگ تعهد گرفت و مایه از موسیقی اصیل محلی و سنتی گرفت و همراه کاروان انقلاب اسلامی شد و خود درخشید و تا کنون پیشرفتی چشمگیر و قابل تحقیق داشته است. من تو بسیاری از مصاحبه‌ها و مقالات از یکی از نام‌ها اسمی بودن که آگاهانه این 20 سال نام ها هست از فرهنگ تاریخ موسیقی معاصر ما. محمود گریگوری، امین الله حسین استوار، دهلوی که البته ازش نام برده میشه تا حدودی، هرمز فرهد، فرهاد مشکات، علی رهبری و غیره، نام ها هست میشه. دلیل داره این نام هست نیروی هنری بسیار قوی و هنری بسیار قوی این فرزانگان هنری در ایران بر جای گذاشتند که کارگزاران هنری روز رو یاران مقاومت برابری نیست برای اینکه از بروان رجال موسیقی باسه بودن مجبور حسبه این نام میشن، مجبور این هستن که حتی ترمینولوژی ملی جهانی از دفتر موسیقی امروز ایران حذف بشه. ما چیزی به نام ترمینولوژی موسیقی ملی و جهانی دیگه نداریم. صحبت از موسیقی مفصل، تاقود، سنتی و غیره است. ولی واژه ملی جهانی حتی در سخنرانی آقای مشکاتیان هم حذف شده بود. امضا کنندگان این نامیه این بیانیه که نامشون رو بسیم، اعضای هیئت داوران که زیر این نامه و اعلام امضا کردن آقای مرتضی حنانه، علی تفریدی، داریوش صفت، هوشنگ ظریف، فریدون شهبازیان، کریم گوگرچی، مهدی کلهر، حسن ریاحی، محمد رضا درویش. و این جباریت من اختلاف مندان فرزانگان داشته باشم برشون هم نیستن در میان ما. اختلاف من در سرژی نیست و جدیتی است که هنرمندان کشور رو وادار میکنه زیر اعلامی ها ادا بکنن که این اعلامی ها معنیش حکم تبعید هنرمندان کشور برادران خودشون برادر اصلا واجب برادر هم کنیم دوستان خودشون همکاران خودشون است. این ها میباید زیر اعلامیه هایی را حذف بکنن که از فرمان ترور من در پی داشته باشه. من تأسف که این شرایط بر ما تحمیل شده.
خیلی زیاده برای صحبت کردن و از گذشتگی بحث خودم از شما پوزش میخوام. تنها چیزی که میخوام در خاتمه جمعه که میخوام بکنم این که ما یه سنتی مملکت خودمون نزاع نداریم، به هیچ میراث فرهنگی ماست، ما هرگز نمیتونیم میراث فرهنگی خودمون انکار بکنیم، اون بر جای خودش. اما این میراث فرهنگی چگونه و این چیزی که امروز به غلط پشادش میگیم سنت چگونه به وجود اومد، این مراتب خاص خودش رو در ترقی داشت و هر بار که دلی رو به بالا به ارتفاع میپیمود در مرحله قبلی خودش با نزاع روبرو بود و به این گونه به این مرحله رسید. یعنی همیشه در درون خودش دیالوگ و اختلاف وجود داشت. این میراث ارزش خودش داره، اما ما نمیتونیم تنها با این میراث فرهنگی بار بر این باورهای سنتی حضور خودمون رو در جهان معاصر، نه برای اروپا، نه برای مردم دیگه، برای خودمون این حضور رو بهش حیات بدیم. ما میتونیم نقش رو در این جهان پیدا بکنیم. عناصر موسیقی امروز نسبت به موسیقی امروز با گذشته تفاوت پیدا کرده، یکی سرعت، یکیش رنگ، دیگه از مسائلی که تغییر یافته اندیشه است، اندیشه که بر خود موسیقی حاکمه. دوست آلمانی در یکی از جلسات به دکتر توما میگفت که آن موسیقی که تو ازش صحبت میکنی و امروز سوار ماشین مرسدس بنز خودت میشی، با سرعت گاز میدی و در هایوه ها میری، این موسیقی شطر سواران عرب که سرعت خاص خودش داشت و ریتم خاص خودش داشت ناهمخوانی داره. و سرعت امروز مسئله کاملا متفاوتی است. ما در بیان جملات خودمون اگر طی فقط 150 سال به روز نگرشی بکنیم، میبینیم وقتی که شاه ایران ناصرالدین شاه نامی به شخصی می‌نویسه حدود 40 دقیقه فقط اول پرسی میکنه و بعد مورد نظر خودش رو مطرح میکنه. ما امروز وقت برای این همه اطلاعات وقت داریم. این در موسیقی هم مستطر است. ما امروز به این همه شاخ و برگ و گزافوی ها و تکرارها احتیاج نداریم. دوران ما موسیقی، نوا و اندیشه موسیقی های زمان خودش به احتیاج داره. امیدوارم در بحث دیگه، در نشست دیگه، ما بتونیم سر این مسئله با هم صحبت داشته باشیم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای ملکوتی. مطمئن هستم که بحث گسترده‌ای هم ایشون دارن و هم در این زمینه وجود داره. یه قسمت دیگرش رو خانم گیتی خسروی مطرح خواهند کرد، ولی اشاره بکنم ما با همکاری که با دانشگاه لندن داریم یک کنفرانس مشترک رو سال یک بار در اون دانشگاه انجام میدیم. این کنفرانس که روزهاش همیشه یکیست تقریبا و تفاوتی نمیکنه، مگر آخر هفتهش یکی دو روز این طرف در اونور بشه، دقیقا سال روز انقلاب در ایرانه. همزمان که سال روز انقلاب در ایران جشن گرفته میشه، ما هم در دانشگاه لندن بررسی هایی رو در رابطه با مسائل انقلاب مطرح میکنیم و همیشه این سه روز این کار از 6 سال پیش به این طرف ادامه داشته. مسائلی که مطرح شده در طی این سالها بررسی انقلاب بوده، کتابش چاپ شده، دموکراسی و ساختار جامعه مدنی بوده، حکومت و مذهب بوده و برخوردهایی که همه از انقلاب نشأت می‌گرفته. بررسی امسال ما
در سال روز انقلاب بحث ایرانیان خارج از کشور که در فوریه آینده یعنی سال روز همون انقلاب بهمن ماه 78 انجام خواهد شد. اطلاع این قضیه رو به این معنا خدمتتون دارم میدم که کسانی که مایل هستن نظری رو داشته باشند و در همین کشور خودتون و شهر شما و در همین سالن هم آقای دکتر خوشنام یکی از کسانی که هستن که شرکت خواهند کرد و در مورد ایرانیان که در آلمان ساکن هستن صحبت میکنند، کسانی که مایل باشند با ما تماس بگیرند. ولی مهمتر اینه که بدونیم در اونجا واقعیت ملموس زندگی ایرانیان در خارج از کشور در جمیع جهاتش مطرح خواهد شد. بررسی های گسترده ای شده که دعوت میکنم که هر اون کسی که میتونه شرکت بکنه. و اما نفر بعدی خانم گیتی خسروی است. کسانی که دیشب در سالن کنسرت بودند با هنر ایشون آشنایی کامل پیدا کردند، گرچه وقت ایشون باز هم کم بود. و امروز هم ایشون در رابطه با سرنوشت زن ایرانی در خارج از کشور، در غربت، در تبعید و یا هر آنچه که اسم برش بخوایم بگذاریم صحبت میکنند. ایشون از کودکی شروع کار هنریشون با زدن ترومپت بود، ولی همیشه مسئله ای که مهمترین هدف زندگی ایشون رو تشکیل میداد، حالا دیدیم دیشب که در اوج خودش بود، آواز بود. از هم آوازان رادیو تلویزیون ملی ایران بودند که به رهبری گلنوش خالقی و انجام میشد در تالار رودکی. بعد به وسیله آقای دکتر سعدی حسنی رئیس اپرای تهران به خارج آمدند، دو دوره 6 ساله و 4 ساله در این زمینه تحصیل کردند و به روی صحنه آمدند، از معلمهای بنام درس گرفتند در ایران، دولین باغچبان و خیلی های دیگر. در خارج از کشور هانا شواتس، جانت اسکوتی، هارالد اسکووتی، هارالد اشتام و دیگر بزرگان آواز در آلمان. خواهش میکنم که ایشون هم 20 دقیقه صحبتشون رو مطرح بکنند. برای موسیقی و کسانی که واقعا زندگیشون در راه موسیقی هست و طلبه های همیشگی هستند فکر شد و این کنگره تشکیل شد. خیلی واقعا من روز خوشحالم بزرگترین آدم ها رو، آدم ها منظورم هنرمند رو دیدم تو این کنگره و این خیلی برای من واقعا یک خیلی بزرگ و تاریخیه و داشتم کسان دیگه‌ای که نیستن یا در قید حیات نیستن یا در اینجا نیستن کاش اونها هم بودند. خیلی ها و یکی از اونها رو که من حق میدونم همیشه هر جای دنیا که هستم ازشون اسم ببرم آقای سعدی حسنی هستن. چرا؟ چون البته تمای امروز من تمای زن هست، ولی سعدی حسنی فقط اینو به شما بگم با تمام خدماتی که انجام داد وقتی که ما بودیم به خاک بسپاریم ایشون رو فقط 3-4 نفر آدم بودن و اون من بودم و همسر من و شاید یکی نصفیه دیگه. به این دلیله که من چون کسانی که اینجا هستن میدونم که این آدم خیلی بزرگ بود و به این دلیل این جرأت رو میکنم که از ایشون نام ببرم. و مطلبی که امروز صبح من واقعا شنیدم که منو خیلی خوشحال کرد، نمیدونم شاید اسم ببرم، واقعا آدم هایی که اینجا هستن اینقدر هنرمند، هنرشون بالاست ولی از جهت فکری هم انسان های بالایی هستن، به نظر من باید اسمشون برده بشه. مطمئنم شما که اینجا هستید قطعا به این اندازه شما به این مسئله که مسئله زن هست در جهان علاقمند هستید و الا حتما اینجا نبودید. به این خاطر با جرأت میتونم هر چی میخوام بگم، آقای طالب‌زاده بودن، آقای اشراق بودن، قطعا اگر شما بودید همزبان بودید که گفتن که این خودخواهی نباشه، گفتم شما حتما حق میدید، گفتم زنها خیلی باهوشن و
این تاریخ نشون داده، در عمل نشون داده شده و این رو من هم در خارج از کشور دیدم. واقعا زنهایی که در اینجا بودن اکثرا در رشته های پزشکی، در رشته های مهندسی، زبانهاشون واقعا سریع همیشه راه افتاده و جایی برای خیلی بازم. امیدوارم که من دلم نمیخواد باعث دلخوری بودم، ولی این واقعا خفقانی که برای زن همیشه هست، اجازه بدید که راحت بزنم. واقعا زنها خیلی خوب وقتی یک کمی فضایی برای خودشون میبینن خیلی زیبا میتونن خودشون رو نشون بدن. هنرمندان بزرگی رو من در خارج دیدم ولی متاسفانه اینجا وضعیتی نیست که اونطوری که باید آدم خودش رو نشون بده. مسئله زن رو من از اونجا اجازه بدید بازم به من یکم آزادی داشته باشم، شروع کنم از دوران واقعا قرون وسطا. میدونید حتی مردها رو کسریره میکردن، یعنی اخته میکردن. چرا؟ برای اینکه زن روی صحنه نباید میرفت. زن اصلا اجازه روی صحنه بودن درست مثل روز ما در ایران اجازه نداشت بخونه و به این دلیل حتی خود مردها هم استثمار می شدن. چرا؟ چون که صدای بچه صدای زیباییه و بچه تا به بلوغ نرسیده این کار رو می کردن در اون زمان که صداهاشون به همون زیبایی و شفافیت بمونه و بعد رولی زنها رو می دادن به مردها که قطعا یکی رو اسم میبرم، نمیخوام زیاد اسامی رو نام ببرم که یه مقداری ناآشنا و خسته کنندهش، مثلا فرینلی که فیلمی ساخته شد به زبانهای مختلف فرانسه، آلمانی و زبانهای دیگه. از اونجا شروع میشه. من مجبورم یه مقداری در واقع مشخص‌تر صحبت بکنم چون خیلی مطلب زیاده. سعی می‌کنم که فقط در زمینه هنری اسم ببرم. بعد که میاد دورانی میرسه که مثلا آمالیا یواخیم زنی بود که در اواخر 1800 خورده‌ای، واقعا این زن خیلی بزرگ خواننده فوق‌العاده‌ای بود ولی شوهرش این زن رو واقعا بیچاره کرد و این مطالب مفصلن، ولی من امیدوارم وقتم بتونه برسه که من برسم به خودمون. یه مقدار مالر بود، زن مالر بود که از کمپوزای فوق‌العاده بزرگ که من فوق‌العاده احترام قائلم، ولی حتی زن اون اجازه نداشت که چه بسا اگر اجازه می داشت بزرگتر از مالر می شد. فان هنزل که خواهر مندلسون بود، بعد کلارا شومان بود که با تمام استعدادش واقعا این بیچاره هم به نوعی تا آخر عمر درد کشید که زن شومان بود. رول زن حتی در آذربایجان بلبل مثلا زن رول زنها رو اجرا می کرد. بله، حالا شروع میکنم به اینکه هنرمند بودن در ایران اصولا واقعا یک کار فوق‌العاده بزرگ و اصلا یک فداکاریه. چون در ایران الان که دیگه اصلا صحبت شد کردیم، در اول من اشاره کردم که واقعا زنهای ما دوران مثل قرون وسطا، من وقتی به آلمانی ها میگم که زن در ایران اجازه نداره بخونه، هنوز که هنوز بعد از 20 سال گذشته، این که گذشته هنوز اینا حتی نشیدن که یک همچی شرایطی زن در ایران داره. و از اونجایی هم که از من دیروز یک مصاحبه شد، آقای میریان سوال کردن به نظر شما خانم هایی که آمدن در خارج از کشور کنسرت گذاشتن، شما این رو چطور میبینید؟ من متاسفم چون اجرا داشتم و تمام وقت خیلی تنگ بود و همون موقع هم باید صحبت مصاحبه میکردم، نتونستم درست جوابشون رو بدم. امیدوارم یک طوری بهشون برسه.
نظر من زنهایی که آمدن و جرأت کردن در خارج از کشور برنامه گذاشتن، این خیلی شرایط رو من اینطور میبینم بازتر کردن، یعنی اون تاریکی رو که واقعا تاریک تاریک بود یک کمی شاید عوض کردن و این زنها هم امروز قابل ستایشن و جرأت فوق العاده بزرگی بود. از زنهای دیگر قمر بود که از من بعد از جهت تکنیکی بگم قمر به نظر من تکنیک فوق العاده ای داشت، یعنی از اون تکنیکی که در واقع من همیشه باهاش هستم، تکنیک آوازی قمر هست که این زن تمام رژیست، یعنی تمام این از پایین تا بالای صداش واقعا پخته و جالب هستش و روح‌انگیز بود. فکر میکنم پروانه از کارها، من باید از اولین باغچه‌بان عزیزم اسم ببرم که این زن خیلی بزرگ بود. من هم تقریبا بیشتر این رپرتوار سنگینم رو که دارم هنوز از او دارم. من حتی وقتی، چون واقعا در شرایط زن رو باید بگم، من وقتی اینجا آمدم باور کنید رپرتوار سختی که من داشتم، اینو بدون اغراق میگم، میتونم کسایی که میدونن و وارد هستن به کارهای اپرایی اشاره بکنم، خیلی از خواننده های پخته اینجا اونا رو هنوز کار نکرده بودن، ولی اولین باغچه‌بان عزیز با من کار کرد و بعد به من گفت گیتی حالا دیگه میتونم، خیالم راحت شد، تو میتونی. البته اینو بگم که من این کارها رو یاد گرفتم ولی تکنیک رو نمیخوام بگم که من اون موقع 100% داشتم، شاید هم کم بد نبود، ولی این تکنیک چیزی هست که من همیشه در پیش هستم، همیشه در به دنبال معلم آواز هستم و همینطور فکر می‌کنم تا آخرین روزهای زندگیم با خودم معلم داشته باشم و سعی کنم یاد بگیرم. و نیمی از وقتتون تموم شده، بله، بپردازید دوستان به بقیه اصلی سرش. منیر وکیلی بود، افسانه خدا وکیلی بود، پری سمر، پری زنگنه، فرح عافیت‌پور، این هنرمندان واقعا خیلی در ایران کار کردن. مثلا اپرای زال و رودابه بود که زال و رودابه رو منیر وکیلی فکر کنم کارگردانی کرد و سرود رو اولین باغچه‌بان اجرا کرد که البته کمپوزیسیونش به وسیله شوهرش سمین باغچه‌بان بود و ما اپراهای زیادی هم در ایران ساخته شد، مثل آتوسا، مثل خسرو و شیرین، از اپرا هم کمی اسم میبرم. ضمناً بگم هیچ یکی از رشته های غربی در ایران مثل اپرا مورد توجه قرار نگرفت و باز هم به حق میدونم از کسانی که ایرانی نبودند ولی در ایران زیستند، مثل کارمن اوسوریو که حتی تا آخرین لحظه های عمرش در اونجا سر کرد و واقعا خودش رو یک ایرانی میدونست، حتی شوهرش در ایران به خاک سپرده شد، و لیلی بارا که باید ازش اسم برده بشه. لیلی بارا کسی بود که تکنیک و آواز کلاسیک رو به ایران آورد و از همونجا زنهای خواننده ایران خیلی رشد کردن و تا به امروز. بله، یکم چیز شدم وقت. من اگر فکر میکنم که شرایط که هنرمندای ما در ایران داشتن، خلاصه بگم، من اولین باغچه‌بان رو در بدترین روزهاش دیدم. باور کنید من وقتی دیدم که رفتم یه روز دیدم اولین باغچه‌بان نشسته داره چادر میدوزه،
این خیلی من راستش جرأت آدم با جرأتی زیاد نیستم، ولی اجازه بدید احساساتی شدم. گفتم چرا شما دارین چادر میدوزین؟ گفت گیتی دارن توی زنها رو دارن حجابشون کامل نباشه دارن اذیت میکنن، میگیرن، میبندن. اصلا این بیچاره واقعا من حالتی دیدم درش که واقعا دیگه عادی نبود، ولی با این حال با تمام اون روحیه‌ای که داشت سعی میکرد که کنسرت تشکیل بده، ماها رو جمع و جور میکرد، خواننده ها رو سعی میکرد به هر حال روی پایسته. و کارمن اوسوریو رو دیدم که خیلی وضعیت بدی داشت، مجبور بود با بدترین شکل ممکنه روی صحنه بره. واقعا این زن اصلا خوب دیده نمیشد. البته همه ما اینجوری بودیم، خیلی با گونه هم کت و نمیدونم شلوار و روسری و اینه ما میرفتیم روی صحنه مثلا برنامه اجرا میکردیم. و علت یکی از علتهایی هم که باعث شد من بالاخره از ایران کندم و آمدم، ما اپرای کاوالریا روستیکانا رو بخشی هست که اصلا خب جلوی یعنی در ارتباط به یه مقدار بخش مذهبی هستش، ما اون رو اجرا میخواستیم کنیم. سه ماه تمرین کردیم، ولی بعد از سه ماه قرار بود من سولوشو بخونم. بعد از سه ماه درست سر صحنه وقت اجرا ارکستر همه با عشق شوق گفتن بالاخره قرار شد که یه کاری انجام بشه که سولو توش هست. درست لحظه اجرا آقای سنجایی رو خواستن پشت صحنه و گفتن که نه، سولیست اجازه نداره به تنهایی بخونه. من تمام اون شب واقعا گریه کردم روی صحنه. و بعد با سماجت هایی که آقای سعدی حسنی داشتن که گفتن تو اونجا برای چی آخه موندی، و بلند شدم اومدم خارج. ولی خارج هم که آمدم دیدم که اینجا هم زندگی برای همه تنگه اولا، ولی برای زن به خصوص تنگ تره. چون میدونین زن گفتم مشکلات از یک طرف از طرف سیستم استثمار میشه، یکی از طرف خانواده، یکی اصلا طبیعت. شما فکر کنید وقتی یک زن به خصوص یه زن هنرمند نباید بچه بیاره. من باور کنید تو بیشتر آگنتورایی که رفتم چیز کنم، یعنی یکی رول هام رو نشون بدم یا فورزینگ اینجا میگن، ترسیدم اسم بچه هامو بیارم. چون اولین چیزی که به شما میدن ازدواج کردید یا نه، بچه دارید یا نه. من هنوز یکیشو با ترس و لرز نوشتم و این دومی رو ننوشتم. چون وقتی و اینو بگم برای اینها هم نگاه میکنن میبینن وقتی زن یک بچه میاره دیگه از نظر بدنی باید 2 سال 3 سال حداقل بشینه تا دوباره اون فرم اولیه رو، اگر اکتیو باشه، اگر ورزشکار باشه، اگر بتونه خوب به روحیش به جسمش برسه، تازه دوباره میتونه بشه، میتونه بیسته روی پاش و دوباره مثلا شروع بکنه به عنوان خواننده. و اینها مشکلاتی هست که الان من در خارج از کشور میبینم. ما نویسندگان و شعرایی داریم اینجا، نقاش داریم، زنهای فوق‌العاده‌ای داریم، ولی من میبینم که اینها اونطوری که باید کاری نمیتونن بکنن، در حالی که به این انسانها چه مرد چه زن، به این متخصصین، به تک تکشون ما در ایران نیاز داریم. ولی اینجا اینقدر زیاده، از همه جا آمدن، از شوروی، از کشورهای بلوک شرق، از حتی امریکا. چون اینجا اپرا خونم، من همش به چیزایی که خودم توش هستم اینجا زیاده، همه فکر میکنن که خب بریزن اینجا. اینجا اصلا ببخشید تحصیل کرده مثل زباله شده، و اینجا شده مثل یه زباله دانی که تمام این اکادمیکرا ازش دارن میریزن بیرون. و توی همچی شرایطی وحشتناکه
که ما یک معلم آواز خوب در ایران نداشته باشیم، یک پیانیست خوب در ایران نداشته باشیم. جان خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. بدون تردید خانم خسروی دچار احساساتی شدن که نتونستند مطلب واقعی خودشون رو در کنتش بیان بکنند. من امیدوار هستم که در رابطه با سرنوشت زنان هنرمند هم خود ایشون و هم کسان دیگری که تحقیق کردن در کنفرانس آینده ما مباحث بیشتری رو و تحقیقات عمیق‌تری رو که انجام شده در اختیار بگذارند. آخرین سخنران ما آقای دکتر خوشنام هستند. من قبل از این که ایشون رو معرفی بکنم که در جامعه ایرانی خارج از کشور که ما هستیم نیازی به معرفی ایشون نیست،